سلام به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امروز میخوام یه کار هیجان انگیز انجام بدم، با من همراه باشید. سلام علیکم. ببین خوبم. چطوری؟ خوبم، خودت چطوری؟ خب من امروز اومدم هلی بیوتی، ولی به جای اینکه سامی منو میکاپ بکنه قراره که خودم میکاپ بکنم امروز. سلام علیکم بچه‌ها، من سامی ام. موضوع امروز اینه که ما قراره که صلاح و مصلحت صورت صدف عزیز رو که خودش خیلی خوب میدونه رو بریم جلو، ببینیم که کجای کار ایراد داره، کجای کار ایراد نداره. با ما همراه بشید. دان. اول با چی شروع میکنیم؟ اول با یه من صورتم شستم، هیچ میکاپی روی صورتم نیست. اول با یه تونر شروع میکنم. احساس پام اومدم مثلا چیز کنم، امتحان پس بدم. اول با یه تونر شروع میکنیم. این تونیکی که هست برای پوستای چربه، درسته؟ این برای پوستای چربه. اینم میکشم. سامی دقت کردی وقتی میخوایم بریم یه جایی، البته ما که خانوما یه جایی میخوایم که بریم، قشنگ جاهای مهم، یه کاری داریم، حالا یه عروسی، مهمونی، یه دیتیه، حالا هرچی که هست، یهو این جوشا میزنه بیرون. چرا واقعا؟ راهکارش چیه؟ استرسه چیه؟ این دقیقاً از استرسه دیگه. یکی بیخوابیه، یکی استرسه. با اینکه میخوام نشون بدم، با اینکه من صورتمو شستم، چقدر واقعا مهمه پوست. با اینکه من صورتمو شستم و هیچ چیزی روش نبود، تو همین 2 ساعت که حالا تو راه بودم بازم میبینی چقدر. احساس اینکه کل منافذم پاکسازی میکنه. از اونجایی که من پوستم چربه، بازم میگم یه دونه بیس مات میزنم. خوشم نمیاد خیلی پوستم حالت چرب بشه. من شروع کم دارم می نویسم که آخر سر بگم که آره صلاح چیه؟ صلاح جانم الان برای کرم پودر رو چی میخوایی استفاده؟ سامی من میخوام کرم پودر خودم رو استفاده کنم. با اجازت امروز من آرمانی استفاده میکنم، چون هم بافتش خیلی بافت نازکیه، همین که برای پوست من ماته، همین که SPF داره. SPFش خیلی کمه، میدونید دیگه، بالاخره لازم. آره، ولی جزء آدمایی است که واقعا قشنگ صلاح خودت رو میدونی. یعنی من انتخابت رو دیدم گفتم آفرین. این رنگ 8 رو انتخاب میکنم برای تابستون، چون دیگه خیلی دوست دارم که به پوستم قشنگ چیز باشه، با هم دیگه هماهنگ باشه. خب من با این استفاده کنم. آره. خب من ترجیح میدم که یه دونه براش اینو داشته باشم. آره. ترجیح میدم که اینو داشته باشم که حالا این حالت اینجوری داشته باشم روی پوستم. دوره دیجیتال نه اصلا، من فقط میکاپ چشمی بوده، هیچ جایی هیچ دوره خودآرایی هیچ چیزی ندیدم و فقط خیلی دوست دارم که حالا امروز بریم تا آخر ببینیم چی میشه. ما کرم پودرمون رو زدیم، تموم شد. من اول از همه از ابرو شروع میکنم. دوست ندارم که پهن باشه، فقط جاهای خیلی فرم ابرو دوست دارم. مرسی. خیلی خوش فرم ابرو. فقط این وسطاش نمیدونم فصلیه چیه، یه ذره ریخته احساس می‌کنم. یه کوچولو تونو کم بخوای سایه بزنی. آره دقیقاً. من خیلی سامی از ابروی خط کشی شده خوشم نمیاد. قبلا خیلی دوست داشتم خط داشته باشه، ولی الان ترجیح میدم که یه ذره به هم ریختگیشو داشته باشه. موافقم هم با تو. اصلا واقعا صلاح هیچکی نیست، ولی خیلی ها به اشتباه این کارو میکنن. حالا خیلی هم با احترام به تمام کسایی که لیفت میکنن، خیلی ابرو میاد بالا، من خیلی سلیقه خودم نیست. اصلا کاراکتر تو نیست، بهت نمیاد. ابروی همه لنگه به لنگه است، اصلا نگران این نباشید که ابروهاتون لنگه به لنگه است. کلاً که دقیقاً همین چیزی که گفتی، دو تا طرف صورت کاملاً با هم دیگه فرق داره. دقیقاً. اصلا تعادل سازی توی میکاپ همینه دیگه. دقیقاً. خیلی تخصصی. اصلا دلم نمیخواد اینجا رو یه خطی بندازم. میدونی اصلا دلم میخواد همین حالت رو داشته باشه. خیلی هم کارت یعنی حرفه‌ایه، به خاطر اینکه ابرو این قسمتش تونک شروع. دقیقاً. و من الان اگر بخوام ببین اینجا رو بخوام یه خطی بندازم، خیلی قیافم خشن نشون میده. عربی هم میشه اصلا دیگه، میره به سمت. خب من ترجیح میدم که حالا اون ژل ابرو رو الان استفاده نکنم. ابرو تموم شد، میریم سراغ سایه. سایه رو ترجیح میدم که نه دیگه، نه سایه پشت چشم رو ترجیح میدم که با این انجام بدم. درسته؟ پشت چشم رو یه ذره تیره است. البته ما هم میکاپمون برای شبه. از اونجایی که من خیلی نظر چشمم ضعیفه، دور رو خیلی خوب نمیبینم مجبورم که از این آینه استفاده بکنم که همیشه تو خونم هم بیارش میکنم. صرف میدونی که یکی از جالبتر یکی از جالبترین چیزایی که از قبل اینکه اصلا ببینمه انتخاب رنگ سایت بود. واقعا من خیلی دوستش داشتم. میخوام ببینم که اصلا چی شد، چون قهوه‌ای خیلی توناژهای مختلفی داره، چی شد که اینو انتخاب کردی؟ همین قهوه برونز رو میگی؟ خب من میدیدم توی یه سری ویدیوها و از اونجایی که خودم عاشق رنگ برونز هستم، وقتی اون میکاپ برونز رو دیدم، خب تابستون خیلی بیشتر وقتی که طبیعت آدم آفتاب میگیره رنگش هم خیلی خوش رنگ تره، ولی دقیقاً بیشتر رو خودم تست کردم و دیدم چقدر با این آرایش نود چقدر به من میاد و خوشحالم که الان از تو میشتم که تایید میکنی. ببین من سایه رو از اینجا، من این خط رو دارم، همیشه خط سایه رو دارم، حالا ژنتیکه، ولی اینو سعی میکنم که سایه رو از اینجا بزنم و هیچ وقت دوست ندارم سایم حالت چشممو کوچیک بکنه. احساس می‌کنم چشمم کوچیک میکنه اگر از اینجا بخوام سایمو شروع بکنم، چشمم ژاپنی میشه و دلم میخواد اوپس افتاد، دلم میخواد که اینو اینجوری بکشم چشم رو به سمت بالا. دقیقاً. هرچی هم اصلا تهمونده قلمت رو به شقیقت ببری، فید کنی، این باعث میشه که چشمت لیفت بشه. خدا رو شکر تا اینجاش دارم درست میشه فکر کنم. اصلا صلاح و مصلحت رو کامل میدونی. من هنوز شک دارم که یه دوره ریزی رفتی. واقعا نرفتم، ولی چون میدونم که دروغ نمیگی، ولی دمت گرم که واقعا صورت خودت رو کامل میشناسی. یه چیزی بهت بگم، مامانمو میتونم میکاپ کنم چون چشامو خیلی شبیه همه. ژن درستیه ها، این خیلی مهمه. تهش مسلما ایرادن رو میگیره. آره این گذاشته آخر سر. ببین تا اون حالت فید رو بگیره، من هی این فرچه رو براش رو هی فرچه رو بهش میگم، ولی دقیقا براش رو هی میکشم. آره مثلا 4-5 دقیقه طول میکشه، بازی میکنم، خوشم میاد. همیشه سعی میکنم موقع میکاپ یه موزیکی بذارم که انرژیم بره بالا. اونجا چون اینجا داریم ما هم دیگه حرف میزنیم نمیتونیم این کار رو انجام بدیم مسلما. خب حالا میرسیم به اینجا. من دلم میخواد که همیشه دوست دارم، ببین آرایش های من همیشه بیسش یک شکله. حالا میکاپ روزم و میکاپ شبم توی یه ذره کم و زیاد شدن و نسبت به اون جایی که میخوام برم و تو روز خب یه ذره کمتره طبیعتا تو شب، ولی بیس میکاپ هم همیشه همونه. مثلا یه موقعی دوست دارم که از رنگ صورتی برای روز استفاده بکنم، ولی این برای من میکاپ آرتیست خیلی جذابه به خاطر اینکه میکاپت امضا داره. یعنی چه بامزه قشنگ شده میکاپ صدف، چه بامزه. سامی برای این قسمت من دوست دارم این تفاوت دو رنگو داشته باشم. خب و دلم میخواد برای امروز از این شاین، از این سایه‌ای که توی همین تم برونزه ولی شاین داره، از این دوست دارم که استفاده بکنم. پس بنابراین یه ذره میزنیم اینجا. میریم که خیلی برام مهمه که ببینم این قسمت رو میخوای چیکار کنی. این الان خیلی مهمه. خب دوستان من مثل که اینجا رو خرابکاری کردم به خاطر اینکه با این سایه آشنایی نداشتم متاسفانه. اون تقصیر کار من نیست و یه ذره ریخته اینجا که اون حالا درستش میکنیم. سامی من خودم راضیم. منم راضیم. بعدم بهت میام. فقط ازت میخوام که خیلی آروم هوا زیر چشمتو جارو کنی. به خاطر این سایه هایی که ریخته اینجاست. حالا از این براشه چون که یه ذره این طبیعتا از این میخوام یه کوچولو حالت هایلایتر بزنم، خیلی کم بزنم اینجای چشمم، چون من دلم میخواد که فاصله چشمم زیادتر. خیلی کم. صدف اولین باری که یعنی شب برگرده به بچگی میکاپ کردی صورت خودتو کی بوده؟ خیلی بچه بودم. من مامانم خیلی آدم سختگیری بود، خیلی زیاد، و اینکه هیچ وقت دوست نداشت که من خیلی میکاپ بکنم و همیشه وقتی میرفتم خونه دوستام احساس میکردم که وای از این زندانی راحت شدم و میتونم برم. بعد مامان دوستام خیلی کولتر از مامان من بودن، ولی الان برعکس شدم. مامان من خیلی آدم باحال کولتری شده، اونا خیلی آدمای سختگیرتری شدن. خوشحالم از این بابت. خب سامی، بذار اون چیزی که میخواستم راستشو بخوای نشد، به خاطر اینکه اینا وسایلی نیستش که من استفاده میکنم، به خاطر همین خیلی دوستش نداشتم، ولی الان سعی میکنم که درستش کنم. خب اگه که میخوای یه ذره شاین بیشتر یا رنگش اگه دوست نداری، اینی هستش، میتونی از این و از اینم استفاده بکنی. من چون قراره آخر سر بهت بگم، اصلا این بلاش برای این کار مناسب آره نیستش، من پیدا نکردم، ولی اینو دوست نداشتم. میمونه قشنگ تو شاینه، میمونه تو خود براشه. آره چون عادت دارم با وسایل خودم، یادم رفت که بیارم. خب من تقریبا کار سایم الان تمومه تقریبا. خب میتونم ازت یه چیزی بخوام؟ لطفاً نیمرخ صورتتو چک کن، هر دو طرفتو چک کن، ببین که چیزی میبینی که یه طرفت شاید بیشتره و نیاز داره که یه ذره بیشتر بشه. فکر کنم منظورت اینجاست. اون لحظه اول که زدم این قهوه‌ای فکر کنم بهتر شد. دقیقاً جایی که داشت اذیت می‌کرد. خب حالا داشت یادم میرفت با این من یک کوچولو خیلی کم سهرینم بگیرم، خیلی کم به اینجا میزنم. من ترجیح میدم که یه ذره ترکیب کنم، خیلی کم، چون واقعا خیلی کم بر ندارن اینجا رو کلی، خیلی کم در حد یه خط. باز میگم این براش چون براشی نیستش که من خودم استفاده میکنم و عادت دارم، من خیلی که بازم من وقتی این سفید این مدلی رو میبینم، باز با اینکه هیچی نداره این براش، از اینجا دوباره اینو سعی میکنم که فیدش کنم، چون که دقیقا میرسیم به قسمت سخت ماجرا، خط چشم برای من خیلی سخته. وقتی که موجه هم دارم بیشتر سخته که بخوام خط چشم بکشم. من میخوام اینجا خط بندازم و چون موجه دارم، موجه خب کارم خیلی راحت‌تر میکنه، ولی دوست دارم که اینجا پشت چشم یه خطی بندازم قشنگ بن موجه رو. اینو دلم میخواد اینجوری بکشه بالا، چش گربه ای بشه. یه بار دیگه یه تاچ رنگ بردار، خیلی آروم، بعد از این کار بن موجه تو تیره کردی. نمیتونم وایسم تا آخرش. خب از بالا بکش به پایین، یعنی خط تو از بالا بیار به پایین، از پایین به بالا، نه بر خطشو ببری. این خیلی خطرناکه. یه دوستی داشتم همیشه مسخره میکرد، پسر بود و دخترایی که خط چشم میکشن و ریمیل میزنن و دهنشون وای دقیقاً اینجوری بازرم مسخره میگم، گفت چرا شما دخترم خیلی ریمیل میزنن؟ اینجوری من میزنم. خلاصه که دارم سعی میکنم که ببندم. خب من ترجیح میدم که خیلی تا داخل چشمم نیارم، فقط یه ذره اینجا رو اشکلو. باریکلا این خیلی مهمه، آخر از 10 بعد نمره بدی. از اینجا خیلی سعی میکنم شد، ولی شد. این خطر رو هر چقدر آدم نازکتر بکشه ریسکش کمتره به نظرم. دیدی؟ نازک رو میتونی کلوف کنی، کلوف تو نمیتونی نازک کنی. چی گفتم؟ این بعده چی گفتم؟ دروغ میگم؟ چقدر قابلیتشی صدف، ما گفتیم خودت باش، ولی که همه چی رو نکنم خراب کردم. نه اینکه ایراد داره، این اصلا گلوفتره نازکتره. قراره که این نازکه از گلوفتره. خب میریم که نازک رو کلوف کنیم، ولی کلوف تو نمیتونی نازک. منظور اینه که شما از یه خط باریک شروع کنید، خط چشتون بکشین که بتونید درست کنید. منظور اینه. آره سمت از اونجایی که من میکاپ آرتیست نیستم خودم، الان با این خط چشم اوکیه. خب میدونم که ایراد داره قطعا، اون چیزی نیستش که همیشه انجام میدم، ولی یعنی اوکی هم. خیلی نمیخوام سر این سخت بگیرم رو خوردم. الان بهم خودت بگو که تفاوت دو تا خط چشت چیه؟ من فکر میکنم که این یه ذره پررنگ تره اولش، این ذره کم رنگ تره. فکر کنم یکیش این باشه. یکی و بگو ببین این خیلی کلفته و من دوستشم دارم و تو چشمت میاد. از این از بالاش بعد یه تاچ دیگه بیای روش. الان دلم میخواد پاشم ای وای پاک کنم. نه دلم پاشم آینه یه ذره نزدیکتر باشه. بریم خرابکاریمونو درست کنیم. من دیگه نمیخوام اینو سخت بگیرم واقعا، چون که بخوام برم واقعا بیرونم همینجوری میرم. سوی که واقعا هم اینو بعد یه نفر خیلی زوم کنه که بفهمه. آره خصوصا وقتی که الان میخوای شب بری خیلی کسی دقت کنه. چشات تاریکه همه چون نگران نباشید اصلا سخت نگیرید. یعنی موجه اگر که صلاح نباشه یه جوری چشمتو میندازه که دقیقاً نگو یادم ننداز. ببین برای کانسیلر من از دو تا با هم استفاده میکنم. از این برند میبلین خیلی راضیم، با اینکه خیلی برند نورمالی هم هست. این کانسیلرش میدونی که خیلی معروفه. خیلی. و کانسیلر رو سعی میکنم که به اینجاها بیشتر بزنم، چون هر چقدر کانسیلر رو پایین تر بزنیم بهتره و تهمونده رو فید کنیم به سمت بن موژه. اتفاقی که میفته این خطوط زیر چشم دیگه کم. ببین کانسیلر رو وقتی که میای اینجا میزنی اصلا یه اتفاق دیگه ای میفته. امتحان کنیم دوتا. صلاح نیست. دقیقا صلاح و مصلحت رو خوب میاد. خب اینو میزنم بعد یه ذره این ذره رنگش روشن‌تره، بعد میام از این تو فیس استفاده میکنم. یه ذره اینو میکشم اینجا، میبینی این رنگش چیزتره. تو رو خدا زیر چشاتون تا اینجا سفید نکنی. صلاحتون نیست نکنی. سامی یه ذره همین تو فیس رو یه ذره میزنم اینجا، یه کوچولو. خیلی الان قرتی بازی ها نیستم، یه کوچولو خیلی کم. میبینید با این فید کنم. باریکلا. با بیوتی بلندری که کرم پودرمون رو بلند کردیم کانسیلرمون رو بلند نمی‌کنیم، چرت میشه. بخت بنویسا چی بنویسا خودم. این خیلی بزرگه برای یعنی من خیلی سخت باش کار میکنم میدونی؟ ببین اینا کشو جمع کن. آره من سعی دارم میکنم آره. جمعش کنم ولی یه ذره برای من سخته. مال من بلندر کانسیلرم یعنی کوچیکه. آره خیلی بهتر کوچیک‌تره. این یه ذره آره بهتر. برای من یه ذره سخته. خب بس میگم که یه ذره خوبه، فقط این که من دستمو گذاشتم اینجا متاسفانه یه ذره این رفته. داستان خط چشم داشتیم. مهم نیست چقدر رو هم انجام بدیم، مهم اینه که نتیجهش خوب باشه. آخه رو هم انجام دادنه بعدش فید کردنش خیلی سخته ها. کار هر کسی نیست، باور کن کار هر کسی نیست. این من رو هم اینجا یهو آره چرک میشه واقعا. اینم حق داری، یعنی یهو بیای رنگ تیره رو برداری بخوای روشنش بکنی واقعا. چون من دستمو گذاشتم اینجاها یه ذره سر چیز سر خط چشم درگیر بودم واسه همین. سامی من احتیاج به یه دونه این ریسکه یه ذره این پودره. میخوام که یه ذره حالت پنکیک تور باشه. من فکر میکنم که این خیلی بهتر باشه برای دوست من. سامی من احتیاج به دو تا چیز دارم خب، یه دونه رژگونه سرخ هابیتور چی پنبه، یه دونه هم براشش و براش اینجوری گرد آوردم خودم براش خودمو، نه پودری پودری، یه دونه هم برای کانتور. من برای خودم ترجیح میدم که یه ذره اینجاها رو که هم خوش اخلاق‌تر به نظر برسم، هم خوش اخلاق‌تر به نظر برسم، همین که یه ذره صورتم و حالت شادابی رو داشته باشه. باید بگم که دیشبم من خیلی دیر خوابیدم سامی. مهمون داشتیم و حدوداً نمیگم ساعت چند خوابیدم ولی واقعاً دیر خوابیدم. یه ذره میخندیم ببین چقدر فرق میکنه. من میکاپ روزانم خیلی هم اصلا کانتور نمیکنم صورتمو، یعنی همینو میزنم. داره مینویسه داره مینویسه جریمه ها رو داره مینویسه. بریم روی رژگونه. من دوست دارم برای صورت خودم از اینجا بیارم خط کانتورمو، حالا شاید هم اشتباه باشه این، بعد به سمت بالا فیدش کنم، چون در غیر این صورت صورتمو خیلی احساس من اینو میگه صورتمو خیلی توپلتر نشون میده، یعنی دلم نمیخواد رژگونم از اینجا باشه. همیشه دوست دارم از زیر این حالتی که این خط گونه و فک رو از همدیگه جدا میکنه دوست دارم اینجوری باشه و بره پایین، سعی کنه که بره سمت پایین. این همون بلندری که باش فاندیشن زدم کرم پود زدم، اینو میارم به سمت بالای ذره میبینید که با کانسیلرت این کارو نکردم، خیلی نمیخواستم تفاوت رنگ داشته باشه. دقیقاً حالا اینم الان فیدش میکنم، خیلی دوست ندارم این تفاوت ایجاد بشه. با همین اینو یه ذره اینجوری من فیدش میکنم. خب یه ذره به اینجاها میزنم. من چون پیشونیم بلنده، ببخشید من چون پیشونیم بلنده سعی میکنم که یه ذره بیشتر اینو فاصله پیشونیمو یه ذره با این کانتور کمتر بکنم. فکر میکنم که درست باشه. خیلی درست. دقیقا میخواستم همینو بگم و میخواستم بگم اگه من خودم میخواستم میکاپت کنم کانتورینگ پیشونی تو یه مقدار بیشتر میکنم، یه ذره میارم پایین. خیلی ریزه این تکنیکا فکر میکنم، آخه من خیلی میبینم میدونید، چیزی رو که دوست دارم دنبال میکنم، خیلی میبینم سرچ میکنم، خیلی وقت میذارم برای خیلی چیزا و این به نظرم خیلی مهمه اینکه تو بدونی چی میخوای. ببین اینجاها رو هم یه ذره میکشم چون واقعا این سفیدیه کانسیلر اذیتم میکنه، یه ذره اینجا رو میزنم. این کلا بیس میکاپ منه همیشه همینه. حالا یه ذره کمتر یه ذره بیشتر میخوام برم روی بینی. اگه پای نچرال باشه که با همون و قربونت بینی تا اصلا احتیاجی به کانتور یه ذره داره، یه کوچولو چون انحراف بینی دارم اونو نمیپذیرم ولی به عنوان کنتراست رنگی کناژ رنگی چرا میپذیرم. دست درسته. خب حالا با این کانسیلره که زده بودیم یه کوچولو یه تاچ ریز که این به قول میکاپ آرتیست زهرش رو بگیره. میخواستم دقیقا همینو بگم. خب من تقریبا کارم تمومه، فقط این که گاهی دوست دارم که با یه رنگ، چون عاشق رنگ این رنگی هم که توش یه ذره آلبالویی داشته باشه، همیشه رنگ موهامم توی آفتاب یه ذره رنگی که توش شرابی و آلبالویی نداشته باشه، یه موقع‌های یه دونه خط چشمه یه دونه با سایه خیلی تاچ خیلی ریز میارم این زیر چشم. حالا به نظرت امروز انجامش بدیم یا انجامش ندیم؟ میدونی که نوشته بودم اومدم نوشتم که حتما با نموجه سایه بزنم. خب با اینکه کانسیلر تو پایین‌تر زدی و تهمونده‌ش اومدی زیر بن موجت، اگر که این کار رو بکنی هم چشمت خوشحالتره، هم کانسیلرت نشدالتره، هم چشمت ریز نمیشه. خب بریم نو بزنیم. حالا اما اگر من میخواستم خودم میکاپت کنم دقیقاً از توناژ سایه استفاده میکردم. آره توناژ سایه هم خوشگله، اون آلبالوی هم خوشگله. حالا پس بریم خیلی خوشگله. پس بریم از توناژ سایه. فقط یه براش به من میدی، یه براش خیلی نایس. طبق معمول همیشه از رژ لب مات من همیشه استفاده میکنم. خیلی کم پیش میاد که از رژ لب براق استفاده کنم و شایندار. همیشه هم اکثر مواقع نود رنگ مورد علاقه هم. ولی میدونی که صدف صورتت خیلی سخته، اینو تمام میکاپ آرتیستایی که با هم کار کردن بله. خب خیلی وقتی میبینن یه نفر صورتش قشنگه میگن خب تمومه، این تمومه، اما یه تاچ اشتباه توی صورت تو اصلا میتونه همه چی رو به هم بریزه. خب میکاپ من تموم شد، الان منتظرم که سامی بیاد ببینم که من تو این چند سالی که میکاپ کردم خودم همینجوری چقدر ایراد دارم. خب بچه خیلی باحال بود، یه چند تا نکته‌های کوچیک بود که خیلی هم مهمه، یه سری تکنیکا بود که من نوشتم، الان میخوام نامه اعمال رو بهتون نشون بدم. یکی از چیزایی که بود که خیلی مهمه وقتی که میخوایم آبرسانمون رو بزنیم روی صورتمون یا پرایمرمون رو یا هر کرمی که با دستمون قرار ماساژ بدیم، بهتره که به سمت بالا ماساژ بدیم، یعنی ما دستمون وقتی میره دوباره بر نگرده. اوکی، یعنی دقیقاً عین ماساژ لیفتینگ. اتفاق بعدی که بود کوچولو بود، داره الکی را دیگه. آره. ایوا. اتفاق بعدی که بود وقتی که میایم بلند کنیم اصلا نباید بکشیم. ما این کار رو نباید بکنیم. بلندرمون فقط باید ضربه‌ای باشه. ضربه اولی که داریم میایم بلند میکنیم نباید محکم باشه، چون شما وقتی محکم میای بلند میکنی کل میزان کرم پودرت رو ور میداری از روی صورتت. اولین باری که میخواین این کار رو بکنی سعی کنی خیلی آروم این کار رو انجام بدید، به خصوص در مورد کانسیلر. این خیلی نکته بعدیمون نکته بعدی که خیلی مهمه، ما وقتی کرم پودرمون رو میزنیم اصلا نباید تا زیر چشممون بیاین. کرم پودرتون رو دقیقاً تا آره زیر چشمتون بیاین، چون هرچی زیر چشممون سبکتر باشه بعد از اینکه میخوایم کانسیلرمون رو بزنیم بهتره. من سعی کردم خیلی نیام، خیلی اومدم خیلی تهش اومدی، دقیقاً تهمونده یکی بلندر رو اومدی، ولی هم پایین چشم هم بالای چشم. دقیقاً یکی از کارهایی که به شدت خیلی حرفه‌ای انجام داد، من سعی کردم هم ایرادا رو بگم هم کارهایی که خیلی برام، من همش منتظر بودم که وقتش پشت پلکش رو فوندیشنش رو میزد، منتظر بودم که موژه هاش فوندیشنی بشه، یعنی کرم پودر بخوره، و این اصلا یک چیزیه که نمیشه تمیزش کرد، نمیشه درستش کرد، خیلی چرک میشه، ولی خیلی درست و حرفه‌ای این کار رو انجام دادی و اصلا یک دونه از تار موژه‌هات هم کرم پودری نشد. من خیلی دوست ندارم راستش بخوام این کارو بکنم، چون فکر کنم که صورت یهویی پشت چشم رو بخوام سفید بکنم که میکاپ آرتیست چون کنترل بیشتری داره روی صورت و بالا داره شما رو میبینه، اون میتونه این کار انجام بده، ولی من به عنوان کسی که خودم میخوام خودم رو میکاپ بکنم این ریسک رو واقعا حاضر نیستم انجام بدم. ته کرم پودرمو یه کوچولو میذارم. باز همونم اگه بیوتی بلندرتون نمیتونستی کنترل کنی میخورد. خیلی خوب بود. بعدی در مورد هم سایت هم کانتورت، کلا هر چیز پودری که میخوای کار کنی رنگتو ور میداشتی فوت میکردی، هیچ ایرادی نداره، اما درسترش اینه که بزنی به لبش. با این ضربت اون رنگ اضافی میریزه و لک نمیشه. این هم یکیش بود. بابا نه، شما که کارت درسته، شما که کارت درسته، اولش اینو گفتم. یکی از چیزهای دیگه که خیلی من حال کردم این بود که اومدی سفیدی اینجات رو با رژگونت یه کوچولو سفیدیشو گرفتی، زهر سفیدی رو گرفتی. من خودم دوست ندارم که کانسیلر از اینجا شروع بشه بره اینجا، این خیلی باحال بود. اما یه چیزی رو که رعایت نکردی این بود که اول رژگونت رو زدی بعد خط کانتورت رو انداختی. اگر اول خط کانتورت رو بندازی و بعد رژگونت رو بزنی پرفکت. کلاس خودآرایی نیاین پیشش، خیلی سخت میره. یعنی باورم نمیشه. حالا اول اونو بزن آخر اونو بزن چه فرق میکنه، ما میره که نتیجه کار خوب شده دیگه سامی. خیلی هم خوب شده. ولی یک چیزی که خیلی مهمه واقعا صلاح صورتتون رو بدونین. صدف قشنگ صلاح صورتش رو میدونه، انتخاب رنگ، انتخاب کرم پود، توناژ رو از قشنگ بلده چیکار کنه. لطفاً خودتون رو اصلا یه چیز ترسناک نکنید. میکاپ برای اینه که قشنگیتون بیشتر دیده بشه. خیلی کیف کردم صدف، خیلی خوش گذشت. اصلا انرژیت و اینکه حال کردم که انقدر همه صلاح مصلحت صورتت رو خودت صلاح و مصلحت تموم شد و رفت. خب امیدوارم که شما هم دوست داشتید، دوست داشته باشید این برنامه رو. ما کلی خبرهای متفاوت داریم، قراره که یه چند تا ویدیو با سامی داشته باشیم که توی حالا برنامه آینده ما رو دنبال بکنید. تو برنامه آینده بهتون میگیم که چه خبره، کلی کار هیجان انگیز قراره که با هم دیگه انجام بدیم. خدافظ.